محبت کاری ما خیلی خوشن. نه این تمرین امروزه. سلام دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه‌تون و عرض سلامتی شادکامی دارم برای همه ملت عزیز ایران. در رابطه با تیم ملی هم من جز کسی هستم که هم امیدوارم و هم خوشبین هستم انشالله تیم ملی بتونه که در جام ملت‌ها موفق باشه با توجه به چندین محور. یکیش به هر حال ماتریس تیم ملی اسکواد قوی است و با تجربه، با سوابق و تجربیات متعدد بین المللی و کادر فنیش آقای قلعه نوعی به هر حال جزو مربیان با تجربه و میشه گفتش که با نتایج خوب در لیگ برتر ما در سنوات گذشته بودن. و محور سوم هم قرعه مناسبی است که تیم ملی باهاش روبرو شده که این قرعه مناسب میتونه که به هر حال یه مقداری راه رو برای تیم هموارتر بکنه. اگر بگید بالا صحبت راجع به تیم ملی داشتیم، اما انتظارات و توقعات باید چقدر باشه؟ ما میتونیم توقع داشته باشیم که تیم ملی قهرمان آسیا باشه؟ به هر حال به نظر من یه مقداری قهرمانی یه مقداری شاید سخت باشه، اما امیدوارم که نتایج تیم ملی به سمتی بره که باعث شادی دل مردم باشه. یه سری صحبت ها و انتقادات هست راجع به شرایط سنی تیم ملی. خب خیلی ها معتقدن که تیم ملی نیاز داشت که جوان‌تر بشه و خب نسل جدید رو شکل بده. شما نظرتون چیه راجع به میانگین سنی تیم ملی ما؟ اگر بخوام این رو یکم ساختاری در رابطه صحبت بکنم، فکر کنم که میانگین سنی تیم ملی ارتباط مستقیم با هدف گذاری داره. برحال خب ما با تجربه هستیم و فکر کنم دومین تیم از لحاظ میانگین سنی هستیم در جریان مسابقات جام ملت. وقتی که شما این تیم رو میاری، یعنی این هستی که آخرین سالهای تجربه آوری یه تعدادی بازیکن رو با کسب مقام انشالله داشته باشه. فکر میکنم بعد از جام ملت‌ها باید تیم ملی ما وارد مرحله پوست اندازی بشه و باید یک کاهش سنی رو ما شاهد باشیم. به هر حال این اشراب ناپذیره. این میانگین سنی بالا ارتباط مستقیم با نتیجه گیری تیم ده. من خیلی و اصل داخلی و خارجی رو قبول ندارم. من میگم که ملیتیش نکنیم، ما با راندمان باید کار داشته باشیم، از کیفیت صحبت بکنیم. ما خیلی مربیان خارجی هم داریم که در کشورم اومدن، در لیگ ما اومدن، کیفیت هم نداشتن. خیلی مربیان خارجی خوب هم اومدن که کیفیت هم داشتن و کمک هم کردن. مربی داخلی هم داریم که کیفیت دارن ولی فضا تا حالا براشون مهیا نشده، ولی کیفیتشون رو تونستن که نشون بدن. به نظر من ما بحث حالا بومی و غیر بومی، داخلی و خارجی رو به نظرم نداشته باشیم و از کیفیت صحبت بکنیم. راجع به بحث حرفه‌ای صحبت کردیم، نیم فصل ما تموم شد با حاشیه ها و تشنج های خیلی زیادی توی خیلی از تیم های لیگ. خواستم ببینم شما فکر میکنین دلیل این همه حاشیه چیه؟ خب درسته توی کشورهای اروپایی و همه کشورهای دنیا ممکنه حواشی وجود داشته باشه، ولی یکم غیر عادیه تو فوتبال ما اینقدر که در واقع همه تیم‌ها درگیر این حاشیه ها. بله متاسفانه خیلی وقتا شما اگه علاقه من باشه که از حاشیه دوری هم بکنی یه جوری پات رو به هر حال میکشن باشه و طبیعی هم هست و امیدوارم که تا اونجا که میتونیم از حواشی دوری کنیم و بیشتر به متن بپردازیم خیلی کمک میکنه. من چند روز پیش توی برنامه تلویزیونی بودم در رابطه با این قانون سقف قرارداد و اینا صحبت میکردم، اونجا از یه کلمه صحبت کردم، الانم دوباره میگم. من فکر میکنم که ما تو فوتبالمون نیازمند به برنامه ریزی و برنامه سازی هستیم برای تولید تو تمامی ابعادش. بعضیا فکر می‌کنن تولید فقط در تولید بازیکنه، نه، تولید در تمامی ابعاد فوتبال، تولید در بخش مدیریتی، در بخش ساختارسازی، در بخش پای مدیریت، پای
در بخش رسانه، در بخش مربیگری، در بخش مربیگری تخصصی دروازه‌بانی، بدنسازی و و این تا مورد دیگه توی بازاریابی فوتبال ما باید به تولید برسیم. به نظرم باید به نیروهای جوان بیشتر بها داده بشه، افکار نو، خلاقیت و ایده های جدید این رو به ما کمک میکنه. هر چقدر بریم در مسیر حاشیه قرار بگیریم از این اصل و از این متن دور میشیم و هر چقدر دور بشیم از کیفیت کاسته خواهد شد. اگر منجر به فرپلی مالی بشه، بله. ببینید قوانینی که در ابتدای فصل وضع شد، یکیش بحث مالی و برآورده بودجه و سقف بودجه بود. چندین قانون داشت، من اینو توی برنامه فوتبال برترم توضیح دادم. مثلا یکی دو تا قانون داشتش که مثلا از سقف بزرگسالان کمتر کرده بود. به نظر من این ناخودآگاه به هر حال کمک میکنه، چون باعث میشه که یه تعدادی بازیکن سرریز بشن، خارج بشن، فضا برای یه سری بازیکن‌های جوان‌تر باز بشه که ناخودآگاه فضا رو به سمتی میبره که یه مقداری به هر حال جوان‌تر میشه لیگ. این به مرور زمان هم میتونه باعث تولید بازیکن در ردای زیر 21 سال، زیر 19 سال هم میتونه بشه. سقف بودجه رو اگر منجر به فرپلی مالی بشه، به نظر من میتونه تعیین کننده باشه، میتونه خوب باشه. ولی یه سری قوانین دیگه ای بود که به نظر من ایراد داره و هم همخوانی نداره با یه سری آیین نامه و قوانین فیفا، هم این که آخه میدونید چجوریه، بعضی قوانین تو فیفا وضع میشه، بعد اینو میتونی شما نرمش کنی به حالت لوکال و داخلی خودت. یه مقداری قوانین به نظر من لوکال هم نیست، یعنی باید به نظر من باید تعبیه بشه که حالا آقای قنبرزاده همون موقع که من صحبت میکردم تو تلویزیون لطف کردن، پیامی دادن و خواستن که بشینیم و جلساتی باشه که نقطه نظرات رو بشنوند. قطعا در اون جلسه اون چیزی که به ذهنم برسه در رابطه با این قوانین در خدمت سازمان لیگ خواهم گذاشت. میدونم کسان دیگه هم هستن، من از نگاه یه مربی میتونم بگم که یکیش اون روز گفتم بودم مثلا که شما اصلا بگی که قرارداد سال بعد یک نفر مثلا با 25% افزایش میتونه خود به خود توسط باشگاه تمدید بشه، اینکه یعنی شما در حقیقت طرف دوم قرارداد رو از انتخاب خارج کردید. خب این نمیشه، این قرارداد نیست، قرارداد این مسئله پایاپای و نیازمند به توافق دو طرف هستش. ولی میتونم اینو مثلا مدل دیگه رو بزنم، مثلا اصلا بگم قرارداد یک ساله اصلا بسته نشه، یعنی قرارداد یک ساله مثلا ثبت نشه، شما میخوای مدت زمان بدی، میخوای طول به کار بدی، اونجوری بکنید که حالا طرف دیگه زمانی که میخواد قرارداد ببنده متوجه بشه که خب باید برای دو سال ببنده، نه اینکه یک طرف بتونه یک از در حقیقت یک طرفه یه قرارداد رو تمدید بکن. یا مواردی از این دست که حالا یه چند تا مورد هست که اگه نیاز باشه، ولی به هر حال قانون سقف بودجه میگم اگر همه رعایت کنن، دور خوردن از پشت و بیرون نداشته باشن و بتونن فرپلی مالی ایجاد کنن، قطعا تعیین کننده است. مثلا تیمایی مثل تیم ما هم که خیلی فاصله داره کلا با سقف بودجه و اینجور موارد. به هر حال تو این فصل اول فکر کنم شما در جریان هستید که بود یه دو مورد اتفاق افتاد، ولی الان سعی میکنم که تمرکزم روی بلنزو با هم باشه. اینجور موارد برای همه مربی ها هست، شما در تیر رسه به هر حال پیشنهاد آفر میرسی، به نظرم خودم باید در زمان خودش در وقت خودش موقع هم بهش فکر بشه، هم تدبیر بشه و هم باید تصمیم درستی گرفته بشه. باشگاه زبان به هر حال الان وارد مسیری است که اگر درست ادامه پیدا بکنه، یه مقدار هم کارخانه عظیم زوباهن به پروژه فوتبال یه مقداری با دست بازتر از لحاظ مالی نگاه بکنه، چون اینجا واقعا محدودیت ها زیاده، فکر کنم که میشه که زوباهن رو دوباره در آینده با یک برنامه ریزی مثبت حتی در آسیا دید. حالا من به طور مشخص میخوام سوال بپرسم. خب از فولاد و چند تا تیم شما پیشنهاد داشتین، مثل این که از پرسپولیس هم شما پیشنهاد داشتین، این چقدر جدی بود؟ عرضم به خدمت شما که اجازه بدید که در رابطه از زیاد صحبت نکنیم، ولی نه اونجوری که بگم خیلی جدی با شخص خودم نه. خب همیشه از این گمانه‌زنی و این حرف هستش، نه به نظر من آقای گل محمدی که
من بسیار کارشون رو قبول دارم و خیلی خیلی فکر میکنم تعیین کننده و تاثیرگذار در پرسپولیس کار کردن. امیدوارم که باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال که من ابتدای فصل خب به هر حال صحبتش رو و باشگاه دیگه ما، حالا فولاد شما نام بردید، از اونها هم تشکر کنم، بله رسمی صحبت شد، همه رو موفق ببینم، هوادارانشون رو شاد ببینم و انشالله ما هم هر جایی که قسمتمون باشه کار بکنیم و بتونیم تاثیرگذار باشیم، بتونیم که یه کاری بکنیم که در آخر هواداران ما خوشنود باشن. خب ما متاسفانه در نیم فصل اول با مصدومیت دو تا بازیکن خوبمون روبرو شدیم، آقای آرش قادری و آقای سبحان خاقانی، که ما باید این دو تا بازیکن رو توی این نیم فصل ازشون به هر حال خدافظی کنیم، بازیکن جدید بتونیم جذب کنیم. حالا اتفاقاتی هم افتاد در مسئله جذب دو تا بازیکن ما به صورت سرباز، خود به خود تیم ما بعد بره توی جذب. چون توی نشسته قبلی گفتیم باشگاه صحبت کنه، مثلا اینکه آقای نکیسا یه اظهار نظری هم داشت راجع به داستان جدایی های فرقاسی و آقای جلال مددایی، اگر دوست داری صحبت کنی. آقای نکیسا دیگه کامل رو صحبت کردن دیگه، فقط من یه نکته ای رو بگم، بعضیا برداشت غلط نکنم، ولی نه بازیکن اگر تشخیص بده که باید بره سربازی باید بره، من خیلی تو این قوانین ورود نمیگم، اسایی هم به تیم ملوان ندارم، اگرم چیزی باشه در باشگاه پیگیری خواهد شد. من از یه بابت ناراحتم، اول فصل بابت همین قضیه به هر حال هر دو بازیکنی که بودن بابت همین قضیه که می‌خوایم سرباز بشیم اومدن، هر جفتشون هم دو سال با این باشگاه قرارداد داشتند، یعنی قبل از اینکه من بیام اینا قرارداد داشتن، بعد بابت این قضیه قراردادشون افزایش چشمگیر پیدا کرد هر دو نفر که امسال رو بمونن و سربازی نرن. شما میبینید که کسی بره خدمت سربازی قراردادی که با باشگاه قبلیش داره همونجا بایکوت میشه، بعد از اینکه خدمت تموم میشه دوباره جاری میشه. خب همون اولش میرفتن، ولی اومدن قرارداد رو افزایش چشمگیر دادن و بعد وسط کار بخوان برن، خب از نظر من این کار حرفه‌ای نیست، چون وگرنه اگه دوست دارن قراردادشون رو به همون قرارداد قبلی برگردونن خب برن، ولی نمیکنن این کارو. ببینید من اینو میگم، وقتی که شما این در حقیقت این آفر رو اول فصل داشتی اومدی اینجا قراردادت افزایش دادی و تا پایان فصل هم بازی کردن شما بلا مانع است، خب میتونستن اینجا بمونن و آخر فصل برن، چون قراردادشون رو افزایش دادن، اگه افزایش نداده بودن نه حرفی نیستش. و این کار رو از نظر خودم شایسته نمیبینم، شاید کلمه ای بگم که وگرنه بچه های بسیار خوبی هستن، من برای اونها هم آرزو موفق میکنم، ولی به هر حال الان من باید بریم دروازه‌بان بگیریم، باید بریم با خوب دوتا مصدوم هم داشتیم، نقل و انتقالات نیم فصل هم نقل و انتقالاتی است که به هر حال متفاوته با نقل و انتقالات ابتدایی فصل، شما با محدودیت جذب روبرو هستید ولی ایرادی نمیبینم. ما به هر حال من همون موقع هم بعضی اینو سوال میکنم، من تا اینو متوجه شدم 48 ساعت قبل از بازی مغول گلگهرم آقای فرعباسی رو در اختیار باشگاه گذاشتم، دیگه به باشگاه اعلام کردم ایشون سر تمرین نیاد، چون تا تکلیف تعیین تکلیف خدمت سربازیشون بشه. برایشون، برای آقای مددایی، برای همه جوانام آرزو موفقیت میکنم، ان شاء الله تیم ملوان هم موفق باشه، به هر حال اون هم یک توانایی داره در ظرفیت جذب بازیکن سرباز، من برای اونجا هم احترام قائلم، همکار خوبم هم آقای تارتار، گله‌ای هم باشه تو رسانه نخواهم گفت، من سعی کردم وظیفه خودم میدم که به آدم ها احترام بذارم، مخصوصا به همکاران خودم، به باشگاه ها، اگر چیزی باشه باشگاه باید از موازین خودش عمل کنه، اما چون این یه دونه قضیه رو در قبال اون بازیکن میرسم، گله‌مو از بازیکن میکنم، از هیچ تیمی من گله‌ای ندارم، این یه سطح رقابت حرفه‌ای، هر کسی از توانایی که داشته باشه باید استفاده کنه، اون باشگاه توانایی جذب بازیکن سرباز داره، از این تواناییش باید استفاده بکنه، پس مو نباید از اونجا گله‌ای کنیم، مگر اینکه بحث حقوقی اتفاق افتاده باشه که اون من صلاحیتش ندارم که در رابطه‌اش صحبت بکنم. اما این قضیه که خب یه بازیکن بیاد اول فصل قراردادش رو افزایش بده به همین بهانه، با اینکه دو سال قرارداد داشته بعدش نیم فصل هم نشده، چون
ایشون تا 1/12 که اصلا اجازه داشت، مجوز قبلیش بود، ولی من شنیدم 27/9 دفترچه‌شون رو پست کردن. نه خیر به باشگاه ما همین ناراحتم کرد، حداقل ما رو حداقل در جریان میذاشتن. بدون که شما ببین افزایش دادی قرارداد رو، باشگاه رو هم در جریان نذاشتی، بعد خب به نظر من میشد خیلی حرفه‌ای تر برخورد کرد. ولی بازم جای گلگی و ناراحتی نیست، حتما اون جوان هم اونجوری صلاح نیست. ولی خب باید بدونن که به هر حال این یک چیزی گفتش که اتوبان دو طرفه است بین باشگاه و بازیکن و نیروهای انسانی. به هر حال اینا باید به موازین خود جلو بره. بی انصافی میدونم که اینم نگم که ازش تشکرم میکنم، 10 بازی برای ما توی دروازه واسه و زحمت کشید. به هر حال اینم سعی میکنم همیشه این اخلاق رو بین خودم و شاگردام یک احترام و اخلاق دو طرفه رو حفظ کنم. من حالا بچه‌ها سوال کنم، من مربی خیلی سختگیرم، تو زمین خیلی جدی و تو کار خیلی سختگیرم، ولی همیشه سعی کردم که در وادی ادب این اتفاق افتاد. باز من میگم برای اون بچه‌ام آرزوی توفیق دارم دیگه، حالا چیزی نمیدونم. سوال آخر، من دوست دارم بدونم که شما چه رتبه ای رو حدس میزنید برای تیمتون تا آخر فصل. میتونید نمیگم دقیق بگید، ولی خودتون کجا رو متصور هستید برای تیمتون؟ امیدوارم بتونیم توی از همین ریتم 6-7 قرار بگیریم، داریم تلاش میکنیم. من یه بار اینو گفتم، آدم به اندازه وسعت آرزوهاش تلاش بکنه. باور این رو داریم که با این جوان‌ها و با این تیمی که داریم که تلفیق بازیکنان جوان و با تجربه هست، باور این رو داریم که برای آرزوهامون بجنگیم، برای باورمون بجنگیم. اینو تو الان هم ثابت کردیم. من نمیگم تیم صبح فوتبال خیلی خوبی بازی میکنه، نه، ولی یه چیزی رو میتونم بگم، بازی نبوده تو این 15 بازی که تیم صبح هم با تمام وجود بازی نکرده باشه. تمام انرژیش رو میذاره، وجودش رو میذاره، ولی خب حالا به جایی هم فوتبال بدن بازی کردیم، به جایی هم خوب بازی کردیم. این مهمه که بچه‌ها با تمام وجودشون تلاش میکنن برای کسب نتیجه. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، خوشحال بودیم که در خدمتتون بودیم. نه خواهش میکنم، ما رسیدیم خدمتتون. البته خیلی خیلی خوشحالم اومدید در دفتر کاری ما در باشگاه ذوب.